آیا میدانید؟ سلام، من مدیه هستم و امروز نگاهی دارم به شکلای مختلف حمل و نقل و سفر کردن. اونجا رو، یه قایق. من عاشق قایقم، شما چی؟ خوشم میاد که روی آب سر میخورن. ولی میدونین قایق چطوری حرکت میکنه؟ چطوری کار میکنه؟ بریم ببینیم چطور کار میکنه. قایق بجنبین، داریم میریم قایق سواری. بریم. راه افتادیم. باحاله، اگه به دور براتون نگاه کنین میبینین که قایق اجزای خیلی زیادی داره. جلوش که نوکش تیزه و بهش میگن سینه. این عقبشه که بهش میگن پاشنه. بعدش هم موتورش. وسطش هم که جای نشستن و گذاشتن اساسه. توی سینه یه چیزی به اسم لنگر. پیتر داره لنگر رو میندازه توی آب تا بره ته دریاچه و به کف زمین گیر کنه و قایق رو سر جاش نگه داره. ولی خیلی از اجزای قایق رو نمیتونین ببینین. میدونین چرا؟ چون اون اجزا توی آبن. میدونم باید با دوربین مخصوصم و نور زیر آبی یه نگاه نزدیکتری بندازیم. حالا میتونین زیر قایق رو ببینین. این چیزیه که حرکتش میده. اسمش هست پروانه. این یه قایق اسباب بازیه. شاید شما هم مثل این یکی داشته باشین که توی وانه همون باهاش بازی کنین. اینم پروانه داره. میبینی؟ پروانه یه کمی شبیه پنکست که میچرخه و آدمو خنک میکنه. مگه نه؟ اما توی قایق واقعی موتور پروانه رو به حرکت در میاره. همینه که قایق رو حرکت میده. موتور و پروانه به هم وصله. بنزین میره توی موتور قایق. بعد که روشن شد، یه صدای بروم بروم بلندی میده. توی موتور بنزین میسوزه و یه گاز قوی به وجود میاد. گاز یه استوانه دراز به اسم پیستون رو عقب و جلو و جلو و عقب میبره. وقتی پیستون حرکت میکنه، یه چرخ دنده رو که اون زیره میچرخونه. اونم یه چرخ دنده دیگر رو میچرخونه که به پروانه بیرون قایق وصله. وقتی پروانه دور خودش میچرخه، قایق رو توی آب به جلو فشار میده. بریم. دوباره به پروانه نگاه کنین، میتونین تیغه هاشو ببینین که میچرخن و آبو عقب میزنن و قایقو به جلو میبرن. برای اینکه پروانه رو از نزدیک تر ببینین، یه چیزی به کار میبریم به اسم قرقره که قایقو بکشیم بیرون. من دارم کمک میکنم که قایقو بکشیم بیرون. صدای قرقره خیلی باحاله، نه؟ کلیک 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 کلیک. پروانه سه تا تیغه داره. یک، دو، سه. این سه تیغه کمک میکنن که قایق توی آب جلو بره. قایق سواری خیلی کیف میده. حالا اگه سوار قایق باشین، کجا دوست دارین برین؟ یادتون میاد اسم قسمت جلوی قایق چی بود؟ اون قسمت نوکتیز، اسمش هست سینه. صدای قرقره رو که قایق رو از آب میکشید بیرون شنیدین؟ کلیک 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 کلیک.
و دید این پروانه چطور دور خودش میچرخه. پس دفعه بعد که یه قایق دیدین میدونین که چطوری کار میکنه، ولی خیلی راهای دیگه ای برای سفر هست. روی آب، روی زمین، توی آسمون. چی توی آسمون حرکت میکنه؟ هواپیما، هلیکوپتر و چیزی که من خیلی دوست دارم، بالون هوای داغ. این یه بالون اسباب بازیه. بالون واقعی خیلی بزرگتره. ولی میدونین بالون هوای داغ چطوری ساخته میشه؟ بریم ببینیم چطور ساخته میشه. بالون هوای داغ. بالون های هوای داغ خیلی بزرگن. یه سبد دارن که آدم ها سوارش بشن و یه بادکنک که خیلی بزرگ که سبد رو میبره بالا توی آسمون. بالون اینجا ساخته میشه. بله، اینجا کارخونه ی بالون هوای داغه. ببینین چقدر مواد اینجا هست. اسم این ماده نایلونه. به شکل لوله های بزرگ میاد توی کارخونه. حالا چطوری تبدیل به بالون میشه؟ اول نایلونو باید با یه تیغه گرد کوچیک به قطعه های کوچیک ببرن. اینها توی دستگاه کاتر سوار میشه. درست اینجا. با دوربین مخصوصم ببینیم چطور نایلونو به قطعه های کوچیک میبره. حالا که دوربین مخصوصم سر جاشه، وقتشه که دستگاه رو روشن کنیم. یه کامپیوتر کاتر رو برنامه ریزی کرده تا باریکه ها رو به اندازه مناسب ببره. خیلی تند حرکت میکنه. ظاهرن که کاری نمیکنه، ولی باور کنین که داره نایلون رو به تیکه های کوچیکتر میبره. کلی از این باریکه های نایلون لازمه تا بالون هوای داغ ساخته بشه. ولی چطور به هم وصلشون میکنن؟ اینجا توی اتاق دوخت. چرخ خیاطی لبه های باریکه ها رو با یه نخ و بخیه های مخصوصی میدوزه که پاره نشن. به صداش گوش کنین. یک کم شبیه پازله. همه تکه ها باید به ترتیب درست به هم دوخته بشن تا شکل بالون درست و حسابی در بیاد. وقتی بالون داره دوخته میشه، توی یه قسمت دیگه یه کارخونه یه گروه داره روی سبد کار میکنه. سبد از چوب بید ساخته شده. بید یه جور درخته که چوبش سبکه و خیلی راحت خم میشه و شکل میگیره. ببینین بیدو چطوری میبافن؟ شبیه مدل بزرگتری از سبدیه که شاید توی خونتون پیدا بشه، مثل سبد آشغال یا سبد میوه. توی خونتون سبد داری؟ ولی این سبد باید یه چیزی خیلی سنگین تر از میوه رو با خودش ببره. باور نکردنیه که این سبد خیلی زود آدم ها رو میبره اون بالا بالا ها توی آسمون. طبقه بالا یکی از بالون ها حاضر شده. ولی میدونین برای ساختن یه بالون چقدر نایلون مصرف میشه؟ وای! نگاه کنین چقدر نایلون! مثل یه شنل خیلی بزرگ سوپرمن میمونه. ولی برای اینکه ببینیم چقدر نایلون توش به کار رفته، باید از هوا پرش کنیم. وای، خیلی بزرگه. اونقدر بزرگه که توی این اتاق جا نمیشه. لحظه بزرگه. بریم توش. وای، باور نکردنیه. خب حالا بریم با دوربین مخصوص همه جاشو نگاه کنیم. ببینین این بالون چقدر بزرگه. میتونین همه تکه های نایلونو که به هم دوخته شدن ببینین. اینها
1000 متر نایلون اینجا به کار رفته. اگه همه‌شو دنبال هم دراز کنیم به اندازه 80 تا اتوبوس میشه. خب بالون حاضره، سبدم حاضره، حالا باید پروازشو تماشا کنیم. گروه دارن بالون هوای داغو برای پرواز آماده میکنن. اول باید همه سطح بالون رو صاف روی زمین پهن کنن. خیلی جالبه که ببینیم این نایلون صاف چطور باد میشه. بعد این گروه بالون رو با یه پنکه پر از هوا میکنن تا باد کنه. یکم مثل باد کنن که جشن تولده، فقط خیلی بزرگتره. کجا رفت؟ وای، این بالون هوای داغ خیلی بزرگه. این چراغ گازه که هوای توی بالون رو داغ میکنه و باعث میشه بالون از زمین بلند بشه و پرواز کنه. اینجا رو یه بادکنک سفید خیلی بزرگ. به نظر شما شبیه چیه؟ به نظر من که شبیه تخم مرغ گنده است. بالون هوای داغ رو تماشا کنین. باور نکردنی که یه تیک نایلون صاف میتونه این شکلی بشه. از طرز ساختن بالون هوای داغ خیلی خوشم اومد. شما کجاشو دوست داشتین؟ یادتون میاد اسم اون قسمت از بالون هوای داغ که آدم ها سوارش میشن چی بود؟ درسته؟ سبد. از صدای چرخ خیاطی که نایلونا رو به هم میدو خوشتون اومد؟ دیدین وقتی بالون از هوای داغ پر شد چقدری شد؟ خیلی بزرگ شد. پس حالا میدونیم که بالون هوای داغ چطوری ساخته میشه. با یه عالم نایلون، یه عالم دوختن و این چوب خم شدنی که سبد رو ازش درست میکنن. و حالا میدونیم که قایق چطوری با استفاده از یه پروانه زیرابی کار میکنه. خب، فقط یه کار مونده که بکنیم. پرواز. حالا بریم بالاتر. تا برنامه بعد. بای بای. There are lots of things all around us, exciting things that surround us. But how does it work? Do you know? وقتشه بریم ببینیم امروز در آشپزخانه جهانی من چه غذایی آماده.